وزارت سطح افغانستان میگوید که چل هزار تن در سراسر جهان به بیماری های سرطانی باویژه سرطان پستان مبتلا هستند در افغانستان و امروز می خواهیم که پیرامون امین موضوع بیشتر صحبت داشته باشیم با جناب وحید مایار مشاور ارشد و سخنگوی وزارت صحت افغانستان اینجا با ما هستند اگر شما هم سوال دیدگاه نظری می دارین میتونین که نظرات را با ما شریک بسازین آقای مایار سلام صبحتان بخیر بسیار خوشحال تشکر از اینکه صبح شما بخیر صبح همکارای تکنیکی بیندای محترم تا بخیر بله آمار گفتم که بلد. بیشتر از چهل هزار در سراسر جهان تنها منظورم در افغانستان هست بلد. بین در رابطه با آزی صحبت بکنیم که علت اصلی افزایش شمار بیماران سرطان در کشور چی بوده میتونه جناب یک دلیل امدهش است که قبلا ما یک نهاد نداشتیم که تحقیق بکنه و آمار سرطان جمعاری بکنه خوشبختانه وزیر متحد ساعت ما دکتر فیروز بلد. سه سال قبل اداره ملی مبارزه با سرطان ایجاد کردن و تلاش جریان داره تا وسط بخشم کمک قبلا ما در تاریکی بودیم نمیفهمیدیم که چقدر آمار مریضای سرطان است وقت امرا سرطانی داشتیم اما آمار نداشتیم خوشبختانه اینا فعلا او مریضایی که به شفخانه دولتی اینا مراجعه میکنن آمار ثبت میشه اما آمار بیشتر از این است فعلا آمار تخمینی است که در حدود 30 تا 40 هزار مریض انواع مختلف سرطان ها وجود داره که در او جمله در سال 2018 ما 20 هزار واقعه جدید انواع مختلف سرطان داشتیم با شمول 3000 واقع جدید سرطان سینه یا پستان در افغانستان داشتیم قبلا ما قسمی که گفتم که ما چون نهاد موجود نبود ارقام هم موجود نبود که فعلا خوشبختانه ما در یک استراتژی داریم یک ارگانی داریم که کار میکنه بلد. و در پرتاب امور راه برد خود روز بروز فعالیت های خود از زیاد ساخته میریم بلد. آقای بایار سال پار شما یک کمپاین داشتیم بله. کمپاین آگاهی‌دهی بود به منظور تشخیص به موقع و تداوی واقعات سرطان سینه براندازی کرده بودید میشه در رابطه با او کمپاین چقدر با. نتیجه داد صحبت بکنیم و آیا کمپاین دیگری هم در راه است. <متحدث> زمان که ما بحث از کمپاین می میکنیم ما مخاطبین مختلف داریم مخاطبین باید. یک مخاطبین ما پرسونل تی است که اینا باید آگاه باشن که امراض سرطان سرطان سینر اینا اعراض ابتداییش اینا بفهمن علائمش تشخیص کرده بتونن که به مراکز مربوطه اینا رجعت بتن کمپاین ما در طول چند سال ادامه داره چند روز قبل ما یک سیمپوزیم دایر کردیم که ما از دکتر دو دکتر افغان که اینا در اروپا یکشته اروپا دیگه در لندن اینا جرای بخش سرطان امروز سرطانی سینه هستند اینا به وانسان آمدن و با تمام دکتر صاحب های مثلا شفخانی وزیر اکبر خان رفتن با دکتر صاحب جرایی صحبت کردن شفخانی دیگه رفتن تجارب و اندوخته های خود اینا شریک ساختن که اونا سالهای زیاد زحمت کشیدن در یک شور یک جرای بسیار خوبه برست کانسر هستن سرطان سینه کارها رو هم کردیم در ضمنش در ولایات پلانایی که داریم تا دکتر صاحب ها آگاه باشن که طور تشخیص بکنن و ضمن آگاهی دهی به مردم داریم خواستن به همشیره ها که چطور اینا زمانی که یک کتله در سینه یک غدد به اون بگویم پیدا میشه چی کارهای باید بکنه خود آزمایی یا سینه چی رقم صورت بگیره در صورت که افرا داشته باشند چی کار باید بکنند که دی قسمت تیم های ما به پانتون مختلف میرن به دفاتر مختلف میرن گروپ از خود ما را جمع میکنند و گروپ از سینی که زیاد در معرض خطر هستن با اونا معلومات میتند تا این پیام می میگیرند با دیگه همتان های ما شریک بسازند بله. از سرطان سینه و هم صحبت کردیم بین در رابطه بازی هم صحبت بکنیم که سرطان سی و پسر. چی بوده میتونه چی آغاز میشه بله عوامل مختلف داره عوامل بله. ارسی داره عوامل بیولوژیکی داره تغییرات هورمونال است سن یکی از فاکتورهای است عامل عوامل یک عواملش... تعداد عواملش قابل تغییر است یک عوامل غیر قابل تغییر است عوامل قابل تغییر است مثلا چاقی است وزن که بیش از حد زیاد باشه خود شیر ندادن به طفل زمان که یک خانم طفل بدون اگر شیر بده خودش از سرطان سینه جلوگیری میکنه و زمان که ولادت بعد از سن, سن سی و اولین ولادت بعد از سن 35 سالگی صورت میگیره نه زمینه را برای سرطان سیدیا فرام میسازه زیاتر مشورایی که ما با همتای ما میتیم خاصا با اون هم مشورایی که وزنشان زیاد است که وزن خود کمتر بکنن فعال باشن رژیم غذایی مناسب داشته باشن زیاتر از ترکاری باب استفاده بکنن از روغان او گوشتو ino بر کم بسازم مختش کم تر استفاده وکونن درې قسمت پیغامهای صحی مرما همس طریق رسونه اجتماعي همس طریق مربیان صحی د کلینیکا او په سم همتنوي خدماتو او همچنان ټي وي کلپ ها او صحا درم ک په همتنوي خود معلومات میتیم دی برای ما شما میفهمین که سه سال یا چهار سال مدت زمان بسیار است هنوز هم چالش ها بسیار زیاد است و حد زده میشه که تعداد مصابین به امراض مختلف سرطانی بیش از چل هزار است ای صرف او ارقام است که ثبت شده و یک تا زمانتان های ما که در نقاط دوردست زندگی میکنن و مراجعه نمیکنن و تشخیص هم نمیشن که فوت میکنن بنان آمار بیشتر از این تخمین زده میشه بله 8656 خط ارتباطی است که شما را مستقیما با ما و در بخش سرخط وصل می‌سازد. بین از سرعت هم بگوین با چه سرعت سرطان پستا و سینه رشد میکنه فرق میکنه در نظر به نویت سرطان با. که هم قسمت سینه یا سی مساب مصاب ساخته و نظر به سن مریض فرق میکنه شما میفهم زمان که سن از پینجا بالاتر میره سیستم ایمنی ضعیفتر میشه و در این قسمت است که خود همی اجرات سرطانی رشد میکنه تمام کتلات تومورال در توابت تصنیب بندی که میکنن به شکل خبیس و سلیم یعنی خوشخیم و بدخیم چیش میکنن تصنیب میکنن باز نظر به با نویت سرطان فرق میکنه اگر سرطان نخبیسه نویتش یکی دو نوی... از سرطان ها است که رشد سری دارن میتستاز سری دارن یعنی ریشه زود میدونن <تصفح> به یک قسمت ها که توقع حیاتی کمتر میباشه اما چیزی که بسیار زیاد مهم است در از امراض سرطانی و خصوصا <تصفح> اگر صبح سر سرطان سینه یا سدیه بکنه می است اگر در مراحل ابتدایی تشخیص شود انظار تداویش بسیار خوب است در قسمت تداویش بگویم که قبلا امکانات بسیار محدود فعلا خوشبختانه تداویشی شیمیایی یا کیموتراپیش در میشه در تشخیص و تداویش صورت میگیره چند قبل ما یک لابراتوار هستوپاتولوژی یا بافشناسی را در اینجا که کنه که همین کتله پارچه کزی گرفته میشه که های خبیثه است یا سلیمه است و اگر خبیثه است کدام نوع از سرطان است نوعیت هم تشخیص میدیم که یک کار خوب است قبلا ما پارچه رو به کشور همسایه روان میکردیم که کار اسکم مدزمان طول مسافه ج... زمانی زیاد بود بلد. و در ضمنش قیمت هم تمام شد که فعلا در خود های مرکزی وزارت صحت اینا با فعالیت شروع کردن هنوز هم چالش که ما داریم در قسمت تداوی شوایی داریم به که بر از نیاز است که از انرژی اتمی جهان مجوز گرفته شود با شرایط فعلی که افغانستان داره اونها نگرانی های خاص خود داره اما باز هم صحبت ها جریان داره تا تداوی شوایی داشته باشیم بخاطر که با تداوی شوایی فعلا ما به انواع مختلف سرطان ها ما مجبور هستند که به کشور هم سفر بله از علایم هم نست یک فرد میشه صحبت بله. بکنیم که چی بوده میتونه اول کسایی که در فامیلشان مثلا اعضای فامیل نزدیکشان به. مادرش یا خواهرش اینا سرطان دارن اینا همیش باید مراقب باشن خود باید بکنن همیش سدیه های خدا بالا پیش روی آینه اینا, اینا، آ، ببینن سایزش رو ببینن اگر کدام کتله جس میکنن جلد خود پستان یا سینه باید دیده شوه با که آیا جلدش سرخی داره نوک پستان یا سینه باید دیده شوه با که بعضا فرو رفتگی به بداخ... طرف داخل می باشه افرازات می باشه یا ترشوهات به رنگ سفید خاکستری و بعضا بوی بسیار زیاد بد می و سایزش بعضا بسیار زیاد کلان میشه یعنی به شکل غیر متناظر یک سدی خورتر می باشه سدی دیگه بسیار کلانتر می باشه که در ی حالات بسیار زیاد اینا زود به دکتر مراجعه و خواهش ما از همتار ما در صورت که می که یک کتله غیر نارمال به نظرشان ما کتلات که کپسولر نیستن اینا اینا پیش یک دکتر سیب مراجعه بکنن تا فعلا خوشبختانه در افغانستان هم نیدل بایبسی که برشن پارچه هم گرفته میشه و هم ماموگرافی صورت گرفته میتونن که نتایجش خوب و قدر تشخیص مقدمتر صورت بگیره به ما اندازه نتایج تداوی مضبطتر و خوبتر میوشه ما سالهای گذشته یا سالهای پار شاید نخستین مرکز تشخیص بیماری های سرطانی در کابل بودیم و بله. این مرکز چقدر تانسته کمک بکن بله. ؟: با در نظر داشت وسعت پرابلم بله. خدماتی که ارائه میشه قلیلاس به سارنداکس نيازمندیا را مرفور نمیتوانو ساخته فلم مشخصهین به سر در شفوانه جمهوریت تارم در شفوانه استقلال هم تداوم شون در هرات هم تشخیص صدوی صورت میر پلان مایی است که در مایه آینده به ظرفیت دبه سر در ولایت بلخ برای تشخیص و تداوی امراض سرطانی و دبه سترام در ولایت هرات وسعت دوتیم بودان از دو امکانات موجوده مالیکی دارم بسیار اندک است کمک هایی که ما را میکنیم اما مسئله بسیار زیاد مهمی است که زمان که امتان ماگاشان که چون مشکل دارن باز در قسمت تدایش میش در بعضی از سکتور خصوصی را ما تشویق کردیم که این در ای قسمت زیاد کار بکنه. ای ما این ماینه ماموگرافی را که گفتم این به کمک سکتور خصوصی صورت میگیره متاسفانه که بسیار قیمت است ما هنوز نتونستیم وزارت صحت را داشته باشیم خود راه هر زمانی که یک کس بفهم که این مریضی را داره باز یک راه حل برش پیدا میشه مهمی است که همتان ماگا باشن که زمان که اینا مصاب میشن به این پرابلم یا چونین مشکوک میشن کوشش بکنن که حد اقل با معضای فامیل دیگه خود مشورت بکنن خاصا در یک تیداد دختر خانم اینا که زیاد به مختلف فرنگی شریک نمیسازنیم این موضوع را یک تبو میدانن حتی با خواهر و مادر خود شریک نمی مرحله می رسد که در مراحل بعدی می بسیار مشکل آفرین می کمتر از یک دقیقه وقت داریم در یک دقیقه میخوایم خواهیم بدانیم که قابل درمان سرطان پستان و نظر به نمیت فرق میکنه بله قابل درمان است اگر در مراحل ابتداییش تشخیص شود و اماتارای ما مراجعه بکنن پیش دکتر سبا و باز دکتر سبا به مراکز مربوطش اینا را رجع بله آماری که نشر شد چل هزار تن در سراسر سر کشور به بیماری های سرطان ده... مصاب هستن از این میان چقدرش تداوی شده و چقدرش هم تداوی نشد سال 2018 ما 20 هزار واقع جدید داشتیم بلد. که با تاسف 15 هزار فوتی هم داشتیم ولی لذی که آمار بلند فوتی داریم می است که اماتانای ما در مراحل اخیر سرطان مراجعه میکنند خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب مویار صاحب بسیار خوش آمده این روز خوب خوش داشته باشید این هم بود های برنامه امروز که تقدیم شد تا فردایی که دوباره برمیگردیم همیتانه همیتونه به الله یک توبی هم تا مسپاریم گپ همیشه گیم لبخند بر لب داشته باشین و یک هم دوز داشته باشین خدا نگهدار.